مراسم باشکوه جان فدا بیاد کسی که جان خود رو عاشقانه فدا ادای احترام بکنید در این آیین باشکوه با حضور خانواده بزرگ محیط زیست کشور. خبر شهادت مالک اشتر به امیرالمومنین رسید. حضرت علی فرمودند به خدا سوگند اگر کوه بود کوهی تک بود و اگر صخره بود سخت و محکم که هیچ صخره نوردی بر فراز آن نتوانست برود و هیچ پرندهی بر اوج آن نتوانست بپرد. و این نکته ای هست که نشان دهنده مقام والای ایشان در این جمهوری و این نظام هست که باعث شد رهبر معظم انقلاب ایشان را چنین خطاب کنند که مالک زمانه هستید. شخصیتی مثل حاج قاسم سلیمانی همه موضوعات و همه اشخاص و همه جهان براش مهمه. کسانی که اهل بخششند، اهل مهربانی هستند، تو مسیر حاج قاسم هستند به اندازه خودشون. و همین خاطر هم حضرت آقا میفرماید مکتب حاج قاسم، یا حاج قاسم شخص نیست، به طرز تفکره، یه نوع نگاه، یه سبک زندگیه. من متاسفم برای دنیای معاصر که به شخصیتی که باید جایزه صلح نوبل تعلق بگیر، اگر واقعا اون جایزه ارزشی داشت که نداره، ناجوان مردانه از پشت خنجر میزنن و به شهادت میرسونن. سردمداران غرب، کسانی که در جبهه های نبرد توانمندی و شجاعت رویارویی با حاج قاسم رو نداشتن. خوشحالم در محضرتون هستم. فقط اینو عرض بکنم خیلی کوتاه که اون چی که باعث شد که حاج قاسم حاج قاسم شد و اون چی که من و شما تکلیف داره. همین حاج قاسم وقتی میاد و نخست وزیر ترکیه بهش میگه شما استاد تاکتیکی ولی استراتژی ندارید، ایشون نخست وزیر ترکیه میگه چون من یک استراتژی من دارم، یک فرقی رو دارم که ولی یه من هستی است، استراتژیستی دارم که اصلا نیاز ندارم و مشکل شما هایی هست که شما یک همچن استراتژیستی ندارید و فقط تاکتیک من هست. مضمون کلام میشه و حاج قاسم از رهبر خودش یاد گرفته بود که شیطان بزرگ آمریکاست. همیشه تنفر عجیبی نسبت به شیطان بزرگ داشت. حاج قاسم با شیطان بزرگ دست و پنجه نرم میکرد چون الهام گرفته بود از مکتبی که حضرت آقا می‌فرماد. در مکتب حضرت آقا پرورش پیدا کرده بود و مریدی بود که به مراد خودش ذوق واقعی شد.